آمدید به روی خط. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حقوق زندانیان سیاسی در ایران، میراث فرهنگی، دخل و خرج امامزاده ها، ماشین بازی، تحریم ها، سالگرد 13 آبان و آمار و برنامه‌ریزی بعضی از موضوعاتی بود که ماه گذشته شما در این برنامه درباره اش گفتگو کردید. کدوم یکی از برنامه‌های ماه گذشته رو بیشتر پسندیدین و چرا؟ آیا موضوعی هست که راجبش حرف داریم ولی توی برنامه مطرح نشده؟ موضوعی هست که بخواید برای برنامه‌های آینده پیشنهاد بدین؟ امشب در تریبون آزاد روی خط فرصت دارید که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح کنید. از همین حالا بیاید روی خط با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور در فیسبوک و فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی مهشید. سلام، من هم منتظر شما هستم. از همین الان بیاید با من چت کنید، بگید که باید چه برنامه‌ای داشته باشیم که شما خوشحال‌تر بشین، چه موضوعاتو بیشتر دوست دارین ما بهش بیشتر بپردازیم. در توییتر میتونید ما رو دنبال کنید، با اسکایپ میتونید بیاین تو برنامه شرکت کنید، برای ما ایمیل بزنید، توی فیسبوک و تلفن بزنید و از همه راه‌های ارتباطی استفاده کنید تا خودتون رو به ما نزدیک‌تر کنید و فکر کنید که چه کار باید بکنیم که این برنامه بهتر بشه. منتظر شما هستیم. من مهشید ندیری هستم و تریبون آزاد روی خط داریم. به قول معروف نوبت ماست که به شما حساب پس بدیم. پیشنهاد، انتقاد، نظری اگه دارید منتظرتون هستیم. در این برنامه با فیسبوک شروع میکنیم. مهشید امروز هرچی دل تنگشون میخواد میتونن بیان و بگن و تمام موضوعی که میگن ما بهش نمیپردازیم و برای ما بگن، اما قبلش من چند تا نکته رو اشاره کنم. یکی در مورد تلفن‌ها، برای شرکت در برنامه از طریق تلفن شما چند راه دارین که میتونید با ما تو برنامه شرکت کنیم و با ما تماس بگیرین. یکی با شماره 202-692-4360 تماس بگیرین که این در طول برنامه است و یا قبل از برنامه، قبل از شروع برنامه با شماره روابط عمومی میتونید تماس بگیرین، هماهنگ کنید تا در طول برنامه همکارای من شما رو بیارن توی برنامه و شرکت بدن. شماره روابط عمومی 202-382-7630 هستش. این شماره تماس نیم ساعت قبل از برنامه، فکر می‌کنم به ساعت ایران میشه 7 تا 9، یک ساعت قبل از برنامه 7 تا 9 هستش و تو اون ساعت میتونید تماس بگیرید و با همکارای من صحبت کنید. باید وقتی که زنگ میزنید توی استودیو هستن همکارای من، اگر قبل از این ساعت زنگ بزنید برای همین نمیتونن شما رو روی خط بیارن و اون موقعی که توی استودیو هستن با شماره 202-692-4360 باید تماس بگیرید. این شماره در طول برنامه زیرنویس خواهند شد. شما میتونید چند ساعت پیش از شروع برنامه وقتی که بچه‌ها توی روابطومی هستن باشون تماس بگیرید، اعلام آمادگی کنید که در برنامه همون روز شرکت کنید. میتونید در پایان برنامه موقعی که ما عنوان موضوع فردا رو اعلام میکنیم با شماره روابطومی دوباره تماس بگیرید، پیغام بذارید و اگر دوست داشتین در برنامه شرکت کنید بگین که با شما هماهنگ بکنن. و اما چند تا نکته وقتی که تلفن میزنید و پیام میذارید اینه که لطفاً شمرده صحبت کنید، نام خودتون رو بگین، شماره تلفنتون رو بگین، موضوعتون رو بگین برای تا بچه‌ها روابطتون میتونن راحت‌تر با شما تماس بگیرن. و اگر دوست داشتین که توی پیامگیر پیغام بذارین حتما اسم و شماره تلفن و همینطور شهرتون رو بذارین که ما بدونیم شما کی هستین و از کجا تماس میگیریم که راحت‌تر بتونیم باهاتون ارتباط برقرار بکنیم. اگر نتونستیم شما رو بیاریم توی برنامه هیچ مشکلی نداره، یعنی ما با شما هیچ مشکلی نداریم، تعداد محدودی ما تلفن میتونیم بگیریم و بدونین که تمام تلاش ما اینه که شما تو برنامه شرکت کنین و چون این برنامه خود شماست. ممنون. خب رویا، برای بقیه انتقادات و پیشنهادات که میدونم در فیسبوک زیاده میایم باز بهت، اما حامد و میثم هر دو روی خط هستین. حامد اول نظر شما رو میشنویم درباره برنامه های یک ماه گذشته روی خط. کدومی که از برنامه ها رو بیشتر دوست داشتی؟ حامد، خب حامد اگر روی خط هست جواب منو بده. بله حامد. بله صدای من رو دارید؟ بله. عرض دارم خدمت شما، میخواستم اگه اجازه دارید توی برنامه تو شرکت بکنم. بله ما اجازه دادیم. حامد شما الان روی خط هستی، میتونی نظرت رو در مورد برنامه های روی خط بگی. خب
خدمت شما عرض کنم. من فکر کردم هنوز پشت خط هستم. به نظر من یه رسانه موقعی میتونه موفق باشه حداقل دو تا گزینه رو برای خودش داشته باشه. یکی گزینه بی‌طرفیه و دومی عدم سانسور. خب برنامه روی خط کجا بی‌طرف نبوده حامد به نظرت؟ تو کدوم یکی از برنامه‌ها؟ برنامه روی خط رو صحبت می‌کنیم حامد. من از بقیه هم این خواهش رو دارم، ما برنامه‌های دیگه صدای آمریکا رو میاریم، همکارانمون رو، سردبیر، تهیه کننده و مجری‌ها رو میاریم در برنامه درباره اونها صحبت می‌کنیم. امشب تریبون آزاد روی خطه، بنابراین خواهش می‌کنم در مورد برنامه روی خط بگو که کدوم برنامه و کجا به نظرت برنامه روی خط بی‌طرف نبوده. خب من دو تا گزینه رو گفتم، یکی بحث بی‌طرفی و دومی بحث سانسور. اگر اجازه بدید در مورد سانسور صحبت کنم بعد نوبت به بی‌طرفی هم میرسه. اشکالی نداره؟ نه خیر، اشکالی نداره، بگو. خب من تقریبا فکر کنم 10 روز 10 تا 12 روز پیش یه برنامه از برنامه‌های روی خط رو می‌دیدم که یکی از مخاطبین تماس گرفته بودن. من خودم اون شب خیلی تلاش کردم که بیام روی خط ولی نتونستم. من یکی از بیننده‌های صدای آمریکا هستم، خیلی وقته، الان نزدیک حداقل 6 ساله دارم صدای آمریکا رو، از اون زمانی که میزگردی با شما بوده تا الان دارم برنامه‌های صدای آمریکا رو پیگیری می‌کنم. ببینید وقتی یه مخاطب خیلی معمولی در موضوع برنامه میاد صحبت می‌کنه، ما واقعا نه توهینی نه حرف یا خدایی نکرده حرف رکیکی چیزی زده نمیشه، خب آدم انتظار داره که این مخاطب چی میگه، اونم بالاخره یک ایرانیه و این فرصت داشته باشه که توی برنامه شما حرفشو بزنه. اما من دیدم که همین همکاری که الان شما دارید توی برنامه روی خط و دارن در کنار شما برنامه اجرا میکنن، من حتی این قسمت رو توی سیستم خودم ضبط کردم، ایشون اشاره میکنن با دست شما که این مخاطب رو قطع بکنید و شما هم بلا فاصله بعد از اون این مخاطب رو به بهونه‌ای که شما دارید حرف تکراری میزنید یا این به همین سادگی مخاطب رو حذف میکنید. خب من الان کاملا یادم اومد کدوم برنامه رو شما میگی حامد و درست میگی، احتمالا یه همچین تصوری به وجود اومده در بین کسانی که داشتن این برنامه رو میدیدن و از اونجایی که به ویژه اون مورد خاص شما که میگی برنامه ها رو دنبال میکنی حامد و کسان دیگه هم که حتما ما خیلی هم خوشحالیم و ممنونیم که برنامه های ما رو دنبال میکنین، در اون مورد خاص ما کسانی هستند با برنامه روی خط تماس میگیرند و حتما شما هم یادتون میاد، کسانی هستند که به نوعی تلاش میکنند که موضوع برنامه رو منحرف بکنن و یا بعضی حالا به تصور خودشون میخوان برنامه رو به مسخره بگیرن و با یک حرفایی در واقع هم بحث رو منحرف بکنن و همین که یک حرف در ادامهش یک حرف بی ربطی رو بزنن و از اونجایی که ما در این برنامه به هر حال خود من الان بیشتر از یک سال دارم این برنامه رو اجرا میکنم هر روز و به مواردی از این دست برخوردیم، بعضیاش هم حتی ما ممکنه متوجه نشیم اما بعضیاش رو که متوجه میشیم و همکارم رویا متوجه شده بود، منم متوجه شده بودم، ولی داشتیم تلاش میکردیم که فرصت بدیم به اون مخاطبی که تماس گرفته که خودش رو اصلاح بکنه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حالا رویا هم توضیحش میده که چرا این اتفاق افتاد. اما درباره قسمت من متوجه بودم از اول که این فرد داره اون مسیر رو طی میکنه، منتها خب بهش فرصت دادم که کاملا مشخص بشه و بعد هم که مشخص شد بهش گفتم که مرسی و شما داری حرفای نامرتبط به برنامه میزنی، بنابراین قطعش کردم و رفتم نفر بعدی. حامد پس اجازه بده اینجا رویا هم توضیحشو بده، شما روی خط بمون، باز برمیگردیم بهت که موارد دیگر رو بدیم، شما توضیح دیگه ای رو بدیم، شما این رو میگی سانسور دلیلش این بوده. رویا من سلام عرض میکنم، ولی در مورد اون موضوع باید یه توضیح بدم که ما اینجا نشستیم که از حقوق تمام کسایی که ما زنگ میزنن و برای ما در ایمیل یا در فضای مجازی چیزی میفرستن دفاع کنیم. وقتی که کسی میاد، اولا که ایشون داشت به زبان یکی از زبانهای ایرانو مورد مسخره قرار داده بود که من اجازه نمیدادم این اتفاق بیفته، دوم اینکه داشت وقت بیننده های دیگر رو میگرفت، وقت کسایی که پشت خط بودن و یا کاربرای فیسبوک ما رو وقتشو میگرفت که من فکر کردم باید
اتفاق بیفته. سه بار ایشون جمله رو تکرار کرد و کسایی هم که دیده بودن و فکر می‌کنم خود شما هم دیدین که هیچ چیز نکته‌ای توش نداشت که بخواد کمک کنه. اگر واقعا شما به حق خودتون یا به زمان خودتون احترام نمی‌ذارید، من فکر می‌کنم ما باید این کارو انجام بدیم و به حقوق شما احترام بذاریم. اگر من این کارو کردم و شما بهتون برخورد، عذرخواهی می‌کنم، اما جزء وظایف منه که از حقوق زمانی شما حداقل دفاع کنم. ممنون رویا. این موردی بود که خب به طور خاص شما اشاره کردیم، ما به طور خاص توضیح دادیم، ولی به طور کلی هم رویا در توضیحاتش گفت که ما از این جهت مسئول هستیم که مراقب باشیم این اتفاقا نیفته به خاطر شما و وقت شما، وقتی که میذارید برای این برنامه و باید درباره موضوع برنامه باشه. حالا مورد بعدی اگه به نظرت میرسه سانسور بوده میشنوم. خدمت شما هست خانم ندیدی، اگه اجازه بدید من اینو بگم که من دلایل شما برام واقعا قانع کننده نبود، مخصوصا حالا دلایلی که همکارتون آوردن، اونم به خاطر اینکه بالاخره با یه زبان صحبت میکنه، من لهجه هم حتی تو ذهنم هست، لهجه ترکی هم بود، ولی من توی این تماسی از صحبتی که این آقا داشت مطرح میکرد هیچ گونه توهینی ندیدم. خب ببین میسم حامد، من توضیح رو دادم، خواهش میکنم، ما نمیخوایم جر و بحث بکنیم به اصطلاح با هم دیگه. شما انتقادتو کردیم، ما هم توضیحاتمون رو دادیم، شما ممکنه نپذیری، این حق شماست. بریم سراغ مورد بعدی، وقت رو واقعا اینجا نمیخوایم سریع همچین مسئله ای بیشتر از این وقت بذاریم دربارش. ادامه بده. اینو من مطرح کردم بخاطر اینکه این اتفاق توی خیلی از سایت‌ها متأسفانه منتشر شده بود، وگرنه من گفتم که خیلی وقتا که دارم شبکه، بله برنامه زنده است حامد، از این اتفاقا میفته و خب خیلی هاش هم قابل پیشگیری نیست، ما سعی میکنیم این اتفاقا نیفته، ولی میگم نمیخوام بیشتر از این وقت بذاریم روش، ما توضیحاتمون رو دادیم. و حالا مورد بعدی، یا در مورد این که گفتی شما بی طرف نیستین، اگه میخوای موردی رو بگی یا توضیحی رو بدی بگی. مورد بعدی بحث بی‌طرفیه. خب برای اینکه وقت برنامه هم خیلی گرفته نشه، خب موقعی رسانه‌ای بی‌طرف میشه که حالت خصوصی به خودش بگیره. وقتی شبکه مثل شبکه صدای آمریکا بودجهش رو یه قسمت دولتی توی آمریکا تعیین میکنه که دیگه از حالت خصوصی بودن بیرون میاد، مسلما نمیتونه برخلاف اون چیزهایی که اونها بهش معتقد هستن رفتار بکنه. خب این خیلی کلیه حامد، من خواهش میکنم شما اگر مورد خاصی رو در نظر داری که فکر میکنی که ما باید بر اساس حرفه روزنامه نگاریمون و برنامه‌ای که داریم اجرا میکنیم خلاف اون عمل کردیم، این یه مسئله کلیه که شما مطرح میکنید، دربارش بسیار میشه حرف زد، میشه بحث کرد، ما باز در اون زمینه نمیخوایم زیاد وقت بذاریم، اما درباره مورد خاصی رو اگه تو فکر میکنی مسئله باید مطرح میشده و مطرح نشده به دلیل اینکه ما بی‌طرف نبودیم، اون مورد رو خواهش میکنم بگو. ببینید خانم نریری، من بارها و بارها در برنامه روی خط دیدم که تو موضوعات مختلف وقتی مخاطبین اومدن و صحبت کردن، چون میبینیم که خیلی از مسائلی که مطرح میشه قسمت مقایسه‌ای داره، خب وقتی میگن صحبت از آمریکا که مطرح میشه، تماس شما به شکلهایی میگید آقا وقت ندارین، یا بالاخره الان موضوع برنامه ما آمریکا نیست، اینا قطع میکنید اسم آمریکا که میگن، و این نشون میده، خب من حرفم همینه که این نشون میده اون سیاست‌هایی که بالاخره شما برایتون برای دولت آمریکا دارید کار میکنید، اسم آمریکا که میاد محدود میکنید تماس رو، اجازه نمیدید در مورد آمریکا مطلبی گفته بشه. حتی من تماس گرفتم، فکر می‌کنم ما فرصت زیادی رو الان بهت دادیم. من یه توضیحی رو بدم، این نکته‌ای که شما مطرح می‌کنی بسیار کلیه و اینجوری نیست، ما محدودیتی در این زمینه نداریم و وقتی موضوعاتی که درباره آمریکا هست و موضوعاتی که ما خودمون هم مقایسه‌ای داریم زاویه‌اش رو در نظر گرفتیم، خیلی صحبت‌ها میشه، انتقاد میشه، مسائلی مطرح میشه، ولی وقتی شما کسانی تماس می‌گیرن برای منحرف کردن بحث و اون موقع مسائل دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن، مسئله هر کشور دیگه‌ای رو هم مطرح بکنند، ما این کار رو خواهیم کرد، اجازه نمیدیم که موضوع بحث منحرف بشه. بنابراین در مورد این مسئله که میگیم، من فکر میکنم یکم داری بی‌انصافی میکنی، اینجوری نیست که ما تا اسم آمریکا بیاد اجازه ندیم کسی حرف بزنه. این اتفاق حداقل در این برنامه ما داریم تلاش میکنیم که اینجوری نباشه و اجازه بدیم همه بتونن حرفشون رو در ارتباط با موضوع برنامه، زاویه‌ای که ما در نظر گرفتیم صحبت بکنن. فیسبوکی‌ها رو زیاد منتظر گذاشتیم. مصطفی صادق برامون نوشتن که در مورد طلاق و آم
آمار و علتاش روی ایران بیشتر برنامه بسازیم یا داشته باشیم. نوشته نمیدونیم که داشتین یا نداشتین، اما اگه داشته باشیم خوبه. امیر حسین هم برامون نوشته چرا مردم ایران پناهنده بشون. این باوری غلط است که کسی پناهندگی کشور دیگر را بگیرد. هر کس از ایران برود در کشور دیگر شهروند درجه 3 محسوب میشه و بهتره که با شرایط بد اقتصادی در کشورش بمونه. در مورد پناهنده ها خواسته که برنامه داشته باشیم. و آرش و چند تا کاربر دیگه در مورد حقوق همجنسگراها خواستن که ما برنامه بیشتر بسازیم. و مهدی هم نوشته در مورد حق زن در ایران صحبت کنید. البته مهدی معتقده در مورد حقوق زن در ایران بجز طلاق که در دست مرده، تمام حقوق به نفع خانم هاست و اونهایی که دم از ضایع شدن حق خانم ها میزنن با قوانین جمهوری اسلامی آشنایی ندارن. و کوروش هم در مورد وضعیت وخیم کارگران و کارمندان در بخش خصوصی و عدم توجه وزارت کار به اعمال قانون کار گفته برنامه بسازیم، چون دیگه تو بخش خصوصی خبری از عدالت نیست. با کارگر قرارداد کتبی که امضا نمیشه هیچ، بلکه ازش چک سفید امضا هم میگیرن تا سر کار بره، اون هم با حقوق بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق اعلام شده از طرف وزارت کار، و این بی‌عدالتی محض. ممنون رویا. باز برمیگردیم این پیشنهاداتی هم که داریم میشه رو یادداشت میکنیم و در به مرور دربارشون برنامه خواهیم داشت. اما من اسم میثم رو هم آورده بودم، متاسفانه تلفن قبلی طولانی شد، میثم هنوز روی خط مونده. میثم با شما صحبت میکنیم، از تهران تماس گرفتی و بعد هم با سامان که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته. میثم نظر در مورد برنامه های روی خط در یک ماه گذشته چیه و اگه انتقاد و پیشنهادی داری بگو. الو سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام خدمت رویای عزیز، همچنین مهشید عزیز، به همه بینندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. من در چند روز گذشته در رابطه با انتخابات آمریکا سعی داشتم بیام رو خط و صحبت کنم، متاسفانه چون بالاخره تماس گرفتم نوبت به من نرسید که بتونم صحبت کنم. اگه اجازه بفرمایید خیلی خلاصه در این پیرامون یک صحبتی کنم. و در اول صحبتام در جواب این آقای حامد که الان اومد تو خط ایزی حرف رو زد، یه خیلی خلاصه باید جوابش رو بدم. من معذرت میخوام از اینکه وقت برنامه‌تون رو میگیرم. خدمت آقای حامد و همه مخاطبینی که این نظر و این تفکر رو دارن، باید بدونن که هیچ رسانه‌ای در هیچ جای دنیا که یک وبلاگ باشه، چه یک شبکه ماهواره‌ای باشه، هیچ وقت نمیتونه این ادعا رو کنه که من بی‌طرف هستم. طبیعیه که هر رسانه‌ای یک سری قوانین و اهدافی رو بالاخره برای خودش تعبیه کرده و طبق اون اهداف داره بیشتره. و این طبیعیه، حتی رسانه های خود جمهوری اسلامی که داخل ایران هستن، اونایی که داخل ایران صدای منو میشنون، میبینن که تمام اخبارهای خود صدا جمهوری اسلامی همسو با منافع جمهوری اسلامی ایرانه. میثم البته قوانین با بیطرفی فرق داره ها، اخبار و قوانین خب مسلما قوانین رسانه ها داخلی، اما در این حال هم خبررسانی و اطلاع رسانی مخصوصا در زمینه اخبار بحث بیطرفی بیشتر در اون زمینه مطرح میشه که در زمینه اطلاع رسانی باید هر دو طرف به صلاح داستان و خبری رو که داری میگی بگی و رعایت بیطرفی رو بکنی در اون زمینه است. بله درسته، من همین اتفاقاً نکته صحبتام سر اخباره نه برنامه ها، تو کلن اخباری که گفته میشه همسو با اون چارچوب قوانین اون رسانه است. حالا خیلی نمیخواد این نکته بپردازم، فقط میخوام این به همه بینندگان بگم که هیچ رسانه‌ای در دنیا نمیتونه ادعا کنه که بی‌طرفه. نکته دوم صحبتام که پیرامون بحث انتخابات آمریکا بود، یکی از تماس میگرفتن یا من توی یک سری خبرگزاری ها یک سری مقالات اخبار دیدم که میگن اگه آقای نظامی رای بیاره جنگ میشه و اگه آقای اوباما رای بیاره جنگ نمیشه. نکته مهمی که میخوام عرض کنم خدمت شما اینه که آقای اوباما یعنی این رئیس جمهور آمریکا، آقای بوش بیشتر معروف و مشهور به این که رئیس جمهور جنگ طلب بود و اینا، حتی آقای بوش در اون فضایی که برای جوجه شده بود و موقعیت که داشت نتونست مبارزه کنه و جنگ کنه علیه ایران، چون به دو دلیل. دلیل اولش عملکرد جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی بود که افکار عمومی جهان این فضا رو نمیتونستن قبول کنن که آمریکا بخواد علیه ایران جنگی ادامه داده، چون اولین افرادی که
موضع میگرفتن در مقابل آمریکا خود افکار جهانی بود. در عمومی چون بود که اگر آمریکا همچنین مثلا خطایی را مرتکب بشه و بخواد یک جنگی علیه ایران را بندازه، این مستلزم این نیست که رئیس جمهور میترام میباشه یا اوباما یا هر کس دیگه. چرا؟ چون اینا طبق آنچه که حزبشون تصمیم میگیره میرن جلو و اگر منافعشون در جنگ باشه طبیعتا جنگ میکنن و اگر در گفتگو باشه گفتگو میکنن. من خواستم به هموطنان عزیزم بگم که این فضا بود که اگه آقای رامنی رای بیاره جنگ میشه، اگه آقای اوباما رای بیاره جنگ نمیشه. این بیشتر فضا فضایی برای ایرانیان داخل آمریکا بود که میخواستن رای بدن و این من به نظرم این بود که اگر هم جنگی رخ بدهد قطعا تصمیم یک رئیس جمهور نیست و عوامل پیشبرده و عوامل اون گروه یا حزب تصمیم گیرنده این قضا هستند. من ممنونم که این وقت به من دادید. ممنونم میسم. سامان نظر تو رو میشنویم در مورد برنامه‌های صدای آمریکا، برنامه‌های روی خط در یک ماه گذشته و اگر پیشنهادی داری، موضوعی می‌خوای دربارش صحبت بشه و ما براش برنامه بذاریم بهمون بگو. سلام، خسته نباشید مهشید عزیز و همچنین رویا جون. مهشید جان، اول در شروع صحبتام این که اول تشکر کنم از برنامه‌تون، خیلی واقعا برنامه خوبیه، هم لحاظ بحثایی که می‌کنین و هم برنامه‌ای که دارین و خودتون و رویا جون از لحاظ این برنامه ساز. خب سامان نمیدونم ارتباطش قطع شد با ما، برمیگردیم دوباره به فیسبوک تا سامان آماده بشه. علی برامون نوشته که در مورد ما و مردم امریکا رو به هم بیشتر معرفی کنید و برنامه بسازید در مورد فرهنگای ایران و در مورد فرهنگای امریکا و بزنید این دو کشور حداقل از نظر فرهنگی با هم دوست بشن. و در اهورا هم برامون نوشته در مورد نخبگان ایران که در امریکا زندگی میکنن و یا به اونجا در اونجا کار میکنن برنامه بسازید. و البته زیور هم معتقده که ما برای مثل تلویزیون جمهوری اسلامی هستیم و اینکه مردم میترسن با ما در تماس باشن، در نتیجه تمام کسایی که با ما تماس میگیرن از خود نظام هستن. و البته سینا در چت برای من نوشته که در مورد بلیط هواپیما که 70% گرون شده و مشکل توریست و جهانگردی و حتی ایرانگردی در موردش صحبت کنیم. و امیر حسین هم در چت برای من نوشته که در مورد فشار اقتصادی و فشار تحریم ها بر مردم صحبت کنید و کارشناستون بیارین که در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنه. ممنونم رویا. سامان است که ارتباطش برقرار شده با ما. بعد از سامانم با مهدی از بوشهر صحبت میکنیم. سامان ادامه صحبتت رو میشه. درود بر شما مرشی جان، صدای من خوبه الان؟ بله. گفتم که از برنامه‌تون واقعا تشکر میکنم، برنامه خیلی خیلی خوبی دارین. و همچنین اینکه من دیروز پریروز در موضوع انتخابات یک جورایی متوجه شدم که شما مثل که دموکراتین و خیلی از انتخاب اوباما خوشحال شدین، هم به شما تبریک میگم. من متاسفم که متوجه شدین چیزی رو، ولی اینجوری نیست. ادامه صحبتتون رو میشنویم. من دو تا انتقاد داشتم. بعد از انتقاداتم یه صحبت داشتم با مردمی که در داخل ایران هستن. یکی از انتقاداتم اینه که اگر میشه، چون که بعد از ساعت 11 شب به بعد ما برنامه‌های شما کلا برنامه تکرار هست، یک کمی وقت برنامه‌تون رو بیشتر کنن، چون که شما مخاطب زیاد دارین چه از ایران چه از خارج از کشور. این اگه میشه یکی از برنامه نویساتون یه خورده برنامه رو وقتش رو بیشتر کنن. صحبت دوم، انتقاد دوم اینه که یک موضوع مثلا وقتی که پیش میاد یه نفر میخواد خبر سامان. خب من در این مثل این که خط سکایپ سامان اشکال داره، با مهدی از بوشهر صحبت میکنیم. مهدی شما چی فکر میکنی در مورد برنامه های یک ماه گذشته و آیا پیشنهاد و انتقادی داری برامون؟ با عرض سلام به شما و تمام بینندگان عزیز، اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بعد این برنامه که شما پرسیدین خیلی برنامه عالی، جذاب و جالب و خوبی هستن و پیشنهاد میکنم که دولت آمریکا از جوانان ایرانی خصوص استان و بوشه حمایت کنن. اگه این حمایت پشتیبانی باشه خیلی خوبه.
اگه موضوعی رو در این ارتباط در نظر داری و میخوای ما دربارش موضوع خاصی رو به طور کلی گفتی، ولی اگه موضوع خاصی رو در نظر داری میتونی بعدا برای ما ایمیل بکنی یا در صفحه انتقادات و پیشنهادات فیسبوک که الان رویا بیشتر توضیح میده برامون بنویسی. ما یه صفحه انتقادات و پیشنهادات داریم در صفحه اصلی فیسبوک، یعنی روی خط به انگلیسی RWOYKH، و اینکه شما میتونید توی اون برید و توی صفحه نظرات پیشنهاد ما نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، هر چه دلتنگتون میخواد اونجا به ما بگید، ما میشنویم، میبینیم و براتون میخونیم و بهش رسیدگی میکنیم. اما به غیر از اون هم میتونید برای ما در مسیج ها پیغاماتونو بذارید، نظراتونو بذارید، ما اونجا هم بهش جواب میدیم. اما در مورد نظراتی که در فیسبوک میدین، خیلی‌ها میگن چرا نظرات ما رو نمیخونین، ما نظر شما رو میخونیم، اما تنها نظری که بیشتر به فارسی نوشته شده باشه، کوتاه باشه، مرتبط با موضوع باشه. موضوع مرتبط خیلی برای ما اهمیت داره، چون خیلی از کسایی که برای ما پیغام میذارن چیزهایی می‌نویسن که اصلا به موضوع روز ربطی نداره، در نتیجه ما نمیتونیم بخونیم و این مشکلات ما هست. در صفحه فیسبوک لطفاً با ما شما هم کنار بیاین، ما هم با شما کنار میایم، بیاین دوستیمون رو بیشتر تو این برنامه حفظ کنیم. ممنون رویا. پارسا و امیر هر دو از تهران روی خط هستید. پارسا، نظر شما در مورد برنامه‌های یک ماه گذشته روی خط چی بوده؟ پیشنهاد و انتقاد اگه داری می‌شنویم. با سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان و دوستان محترمتون که در پشت صحنه این برنامه خیلی خوب زحمت میکشن، من اجازه میخوام که برخلاف حامد عزیز و برخی دیگر دوستانمون بدون اغراق بگم که این برنامه بهترین برنامه است و ما انصافا برنامه پیدا نمی کنیم که در طول هفته چندین روز یک ساعت برنامه رو آزاد در اختیار مردم بذاره که بتونن مشکلات و نظرات خودشون رو بیان کنن. باید خودمون خودمون رو قاضی کنیم، آیا واقعا جمهوری اسلامی که رسانه هاش با پول خود ما برای تأمین میشه همچین بزنه این رو نه هفته چند روز، بلکه ماهی یک ساعت در اختیار شهروندان ما میگذاره که بخواد نظرات و مشکلات خودمون بگید؟ پس یک مقدار انصاف رو به خرج بدید، از این برنامه حمایت کنیم که داشته باشیمش، مثل خیلی از برنامه‌های خوب دیگه که چندین روز و چندین ماه گذشت روی آنتن بودن و امروز مدارنشون به اونجا نرسن، به جوری بشه که داشته باشیمش، به کیفیتش کمک بکنیم که همیشه بتونیم از این تلویزیون به اقل در این ونخصای بیصدایی مشکلاتمون رو حداقل به گوش یا شهروندانمون یا به گوش مسئولینمون برسیم. در حال خیلی تشکر میکنم از شما. موضوعی که من میخواستم امروز خدمت شما عرض کنم همین تأکید بیشتر بر روی کیفیت و کمیت. به نظر من میاد که گاهی وقتا بیشتر تأکید روی کمیت میشه، شما تلاش دارید که تلفن‌های بیشتری رو بگیرید. من حس میکنم اگر انسان واقعا در برخی برنامه‌هایی که موضوعاتی که نیاز به کارشناسی داره، اگر بهترین نورالنویس دنیا هم باشی، نمیشه که یک مطلب کارشناسی شده رو در ظرف یک دقیقه اون پیام رو ازش گرفت و نتیجه رو گرفت و بیان کرد. در نتیجه اگر از تعداد تلفن ها به نظر من قدری کاسته بشه و با توجه به تجربیات و دانش شما که در اولین برخورد میتونید بفهمید آیا این تماس گیرنده چیزی برای گفتن داره یا نداره، اگر داشت وقت بیشتری یکی دو دقیقه بیشتر میدید، اگر نه که پیام تکراری خودتری میدن، بالاخره این تکراری موجب اتلاف وقت میشه و اون قطع میشه، وقتش به دیگری جاده بشه. بله پارسا، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردی. برای ما این همیشه یک چالش بزرگه در این زمینه، با همکاران به اصطلاح پشت دوربین هم همیشه این بحث رو مطرح میکنیم که چقدر باید فرصت بدیم به کسانی که تماس میگیرن. همینجور که شما میگید بعضیا صحبتشون رو هی تکرار میکنن و بعد یک حرفی رو که پیشتر مطرح شده رو میخوان دوباره بگن، خب یک مقدار چالش برانگیزه، مخصوصا برای ما که این برنامه رو اجرا میکنیم. بعضیا انتقاد دارن زود قطع میکنین، اجازه نمیدین حرفشون رو بزنه، ولی همین مسئله رو میتونیم با کسانی که الان روی خط هستن مطرح بکنیم و نظر اونها رو هم بپرسیم. و اگر در فیسبوک هم کسانی هستن که به اصطلاح آنلاین هستن، الان میتونن نظرشون رو برای ما بنویسن و بگن که با پارسا موافق هستن که تعداد تلفن‌ها کمتر بشه و کیفیت تلفن‌ها به اصطلاح بیشتر بشه، که باز در اون زمینه هم میشه صحبت کرد. اما پارسا اگه مورد دیگه ای نداری، نظر امیر رو بشنویم. خیلی ممنون.
می‌کنم اگر امکان داشته باشه برنامه من پیشنهاد بکنم اینجا مدتی که آقای احمدی‌نژاد اعلام می‌کنن چیزهایی تو جیبشون دارن، اگر در این مورد هم یک برنامه‌ای گذاشته بشه که این چیه در جیب آقای احمدی‌نژاد که می‌تونه به هر دلیلی به این معاملات پشت پرده دست بزنه و مجلس رو خاموش کنه، دولت رو به هر جایی که دلش می‌خواد بکشونه، آیا این چیه؟ بچه‌ها و دوستان می‌تونن نظر بدن به هر حال چه کافه بشه به نظر من برنامه خوبی می‌تونه باشه. بسیار خوب، ممنونم پارسا. امیر شما چی فکر می‌کنی درباره حرفایی که پارسا زد، مخصوصا در مورد اینکه تلفن‌ها رو لازم نیست تعداد بیشتری جواب بدیم، مهم اینه که کیفیت تلفن‌ها بهتر باشه و کسانی که حرفای بهتری دارن صحبت بکنن؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم مسجد نذیر و خانم رویا ملکی عزیز. خواهش. من با نظر پارسا موافق نیستم، اینکه تنها برنامه‌ای هست که در آمریکا هست که برها بیرون هست مختلف می‌کنم حرفاشون میزنم، ولی خودم برای این برنامه یک ماه من خودم تو ذهنم یک انتقاد دارم، دو تا پیشنهاد. حتما. یه سوالی مدتی ذهن خودم رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا اصلا اسم شبکه‌تون از صدای آمریکا؟ این اسم به نظرم از نظر زبانی باعث سوء تفاهم میشه و تجربه کننده اینه که شما طرفدار آمریکا هستید و زبان گویای مثلا ایالات متحده هستید. همینجا پس توضیح رو بدم که صدای آمریکا میدونه که یک سازمان بزرگی هست که در ابتدا سالها پیش، من الان اینکه چند سال پیش رو دقیقا یادم نیست، فکر کنم شاید 60-70 سال پیش حدودم، بله 70 سال پیش راه اندازی شده و رادیو بوده، اسمش هم همین بوده، VOA Voice of America، به خاطر همین این اسم روش مونده و ادامه پیدا کرده، بخش‌های مختلف داره برای کشورهای مختلف با زبانهای مختلف، بخش فارسیش هم یکی از اون قسمت هاست و این موردی هم که میگی خب پیشتر هم مطرح شده در مورد اسم این برنامه که ممکنه شبهه برانگیز باشه. بله، من به نظر اینجوری بیننده ها شاید اینجوری فکر کنن که شما دنبال اینه که منافع آمریکا رو بر منافع مثلا ایران یا حالا کشورهای دیگر که میگیم پخش میشه تحت بده، یا مثلا موضوعگیریاتون جالبدارانه باشه، یا مثلا یک طرفی به این قضاوت کنید، تو که این اسم اون ذهنیت رو شاید ایجاد کنه برای بیننده، ولی در صورتی که اینجوری هم نیست. من پیشنهاد خودم اینه، حالا که شما میگین شاید تجدید نظر بکنید تو اسم اصلا شبکه صدای آمریکا، یعنی تغییر بدید، چیزی خوبه. اگر هم نشد حداقل لاغر اسم برنامه‌تون بشه روی خط باشه، ایران بشه اضافه کنه روی خط ایران، تا یه جوری به حال تابلو نشه، یه جوری به حال این ذهنیت حداقل اون صدای آمریکا که هست، حداقل اینجا یه ایرانی بیاد که بیننده احساس نزدیکی میکنه با خانم ملکی، با خانم ندیری که بچه های ایران هست. مورد بعدی؟ من دو پیشنهاد دارم دیگه. پیشنهاداتتون پس همین بود. پیشنهادم یکی بود که اسم شبکه درسته بسیار خوب، خیلی هم ممنونم از تماست. حسین برامون در چت نوشته که درباره ممنوعیت‌های جدید واردات کالاهای لوکس و تأثیر اون بر روی قیمت این کالاها برنامه داشته باشیم و بیشتر صحبت کنید، و رضا هم خواسته راجع به وضع اسفبار اینترنت، قیمت بالای اون و خدمات بیکیفیتش و کلاهبرداری‌های شرکت‌هایی که از کاربرها و برنامه‌ریزها پول زیاد می‌گیرن. اینترنت تو کجا ادامه داده رضا که اینترنت تو کجای دنیا حجمی ارائه میشه که تو ایران در حال حاضر اینطوری هستش؟ کجای دنیا میان اینترنت نامحدود بدون ترافیک حجمی ارائه میدن و بعد واسهش میگن شما دانلودتون خیلی زیاد بوده و اینترنتتون سرعتش رو کم میکنیم؟ ما دردمون رو باید به کی بگیم؟ و احد و کاربرای دیگه هم خواستن که در برنامه‌مون از کارشناس‌هایی که بهتر هستن استفاده بکنیم و بحث‌ها رو بیشتر باز نکنیم، بذاریم که مردم چند تا تلفن داشته باشن و بقیه قصه رو بسپریم به دست کارشناس تا کارشناس این موضوع جمع کنه و به یه نتیجه برسه. اما این برنامه برنامه شماست، یعنی برنامه مردمه. سعید هم خواسته که برای مهاجرت برنامه داشته باشیم و یا کسایی که مهاجرت کردن که آیا تو زندگیشون راضی هستن یا تو زندگیشون راضی نیستن، این کمک می‌کنه به کسایی که بیرون از ایران توی ایران دارن زندگی میکنن که ببینن میتونن بیان یا نمیتونن بیان و در مورد زندگی آیندهشون تصمیم گیری کنن.
ممنون رویا. آقای رها و امیر، هر دوی شما روی خط هستید، نظرتون رو میشنویم. آقای رها از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتین، شما در مورد برنامه های یک ماه گذشته روی خط چی فکر میکنید؟ انتقاد و پیشنهادی اگه دارین الان وقتشه. با درود به شما و بینندگان عزیزتون، برنامه بسیار عالیه و ما راضی هستیم. یک، من امشب یه برنامه متفاوتی رو میخوام عنوان کنم و اونم اینه که همطور که آمار نشون میده جسته و گریخته حالا یا صحت داره یا نه، تعداد پناهنده ها قابل توجه هست. باید برنامه های بیشتری اختصاص بدیم به برنامه پناهنده ها. پناهنده هایی که الان در ترکیه هستن بسیار نامنظم هست. روندی که می رفتن پناهنده می شدن، جوابی می گرفتن، جواب قبولی می گرفتن و بعد از مدتی ICMC یک و دو می رفتن، الان به مدت های طولانی تبدیل شده. اینو خواهش میکنم اگر که امکان داره مسئولین محترمی توجه به این مسئله داشته باشن، خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. ممنونم آقای رها. ما برنامه در مورد مسائل پناهندگان در یک ماه و فکر میکنم نیمه پیش بود، دو سه تا پشت سر هم داشتیم، اما حتما به این مسئله، چون در فیسبوک هم داشتیم که بهمون گفتن حتما برنامه بازم دربارشون بذاریم، اما همکارانم به من گفتن که امیر ارتباطش با ما قطع شد، اما یه امیر دیگه از آمریکا روی خط. امیر، نظرت رو در مورد برنامه های یک ماه گذشته صدای آمریکا عذر میخوام روی خط بگو، و اگر انتقاد و پیشنهادی هم داری الان وقتشه. خانم نداری، سلام عرض میکنم، خسته نباشید. ممنون. نه، برنامه شما به نظر من جالبه. البته من با این نقطه که یک نفر پیشنهاد کرد در تلفن‌ها کمتر بشه مخالفم. نقطه قوت برنامه شما، چرا با اون مخالفی امیر؟ به خاطر اینکه این همونجور که من اشاره کردم مسئله ایه که ما دربارش صحبت کرده بودیم در جلساتی که داشتیم، یکم بیشتر دربارش صحبت بشه بهتره. ببینید، داشتم توضیح میدادم. نقطه قوت برنامه شما و هر برنامه دیگری این استش که با مردم و مخاطبین اجازه صحبت میده. شما اگه توجه بکنید حتی در داخل ایران هم که این همه برنامه ها خسته کننده شده، صدای سیما واقعا دیگه به اون صورت مردم توجه نمی کنند، به خاطر اینی که عدم آزادی بیان در این رسانه ها هستش. اینی که رسانه شما واقعا اجازه میده مردم با هر سلیقه میان و صحبت میکنن، این رو بدونید که به خاطر این هست که بیننده های بسیار زیادی دارید. یعنی هر برنامه‌ای که اجازه بده مردم بیان و صحبتشون رو بکنن، اون برنامه مطمئنا موفق خواهد. حالا با این نکته که خب بعضی ما واقعا میان و میخوان وقت کشی بکنن، اون موافقم. شما باید یک کمی بیشتر تجربه بیشتری شاید کسب بکنید و بدونید که این آقایی که داره میاد، خب مشخصا میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه از وقت برنامه رو بگیره و شما به خاطر اون ادب و فرهنگی که دارید اجازه میدید و این رو باید یک کمی. همکارم الان تو گوشم به من گفت که خانوم هم همینطور، شما گفتین آقا، خانوما هم خب طبیعتا با ما تماس میگیرن دیگه. البته من همینجا هم وسط صحبت شما هم هست عذرخواهی میکنم، صحبت خانوم شد، ما از خانوما هم دعوت میکنیم بیشتر در برنامه ما شرکت بکنن و فعالتر باشن به اصطلاح. در مورد پیشنهاد، من قبل از اینکه دو تا پیشنهاد بدم، البته باید این سوال رو بکنم که ببینم آیا در برنامه شما، برنامه روی خط، بس و موضوع هر موضوعی رو میشه شما یا یه سری خطا قرمزایی هستش که برها سر میکنید در اون بحثا وارد نشید؟ اگه جوابتون مثبت است که من دو تا پیشنهاد دارم. نه، ما خط قرمزی واقعا نداریم امیر. بحثی که ما بتونیم با مردم به اصطلاح گفتگو بکنیم، چون واقعا میدونی یک سری بحث ها هست به اصطلاح خیلی کارشناسیه و معمولا کارشناسا درباره صحبت میکنن، مردم به صورت روزمره کمتر اطلاعی در اون زمینه دارن. ما اون مسائل رو طبیعتا خیلی بعضی اوقات این کارو میکنیم، ولی خیلی جزء برنامه های موضوعاتی نیست که در اولویتمون قرار بگیره. اما نه، ما واقعا هیچ خط قرمزی نداریم در برنامه روی خط و موضوعاتش. من پیشنهاد اول من این هستش، بنابر جوابی که به من دادید، اگر یک برنامه درست بشه تحت عنوان چه باید کرد، به این صورت که مردم از داخل ایران و ایرانیانی که خارج از ایران هستن، بیشتر از داخل ایران، بیان روی خط واقعا بگن با این موزلی که کشور ما و مردم ایران گرفتار شده چه راه و پیشنهادهایی دارن که این مردم واقعا بعد از 100 سال به یک دموکراتیک
که لیاقتش رو دارن برسن. من مردم میتونن پیشنهادهای مختلفی بدن و میشه این نتیجه گیری کلی کرد که اکثر مردم و کسانی که با شما تماس میگیرن واقعا چه روندی رو پیشنهاد میکنن. این یه پیشنهاد اوله. پیشنهاد دوم من اینه که خیلی مهم هستش. ببین رژیم جمهوری اسلامی متاسفانه به خاطر اینکه آگاهی مذهبی مردم در داخل ایران در یک سطح بالایی نیستش، اسلام رو به گروگانگیری گرفته و تحت شعار اینکه یدک میکشه اسم اسلامی رو بعد از جمهوری، واقعا مردم فکر میکنن که آداب و رفتار و عمل کرده این افرادی که در رأس قدرت هستن اسلامی هستش، در صورتی که تمام اعمال و رفتار اینا ضد قرآن و ضد اسلام هست. خب حالا این یه برنامه البته کارشناسیه، ولی من فکر کنم بسیار برنامه جالبی خواهد بود اگر یک بار در ماه شما یک برنامه درست بکنید. چرا افرادی مثل من و مطمئنا افراد کارشناسایی که به حال بر تجربه های دیده بالایی هم از مذهب اسلام دارن، با آیات صریح قرآن میتونن به شما بگن که عملکرد آقای خامنه ای و حاکمین ایران ضد اسلامی است، که این آقایون تو استفاده نکنن از احساسات مذهبی عوام و این همه سر مردم واقعا این بدبختی ها و گرفتاری ها رو وارد کنن. این بود که من گفتم اگه خطق مزید دارید یا ندارید. اگه ندارید این برنامه موضوع دوم مشخصا میخوای در مورد مذهب صحبت بکنی؟ در این مورد که ببینید جمهوری اسلامی توضیحاتو امیر من عذر میخوام که برای اینکه وقتم زیاد گرفته نشه جزئیاتشو خب یه مقدار شما توضیح دادی، اما به عنوان اینکه میخوام یه تیتری به اصطلاح داشته باشه برنامه، یکیشو گفتی چه باید کرد، این یکی در مورد مذهب. آره میتونید اسمش باشه به هر حال، آیا مثلا رفتاری که حالا یه تیتر خلاصه‌ای باشه، ولی میخوام بگم یعنی بحث بشه که چرا این رژیم اسلامی نیستش با اینکه اسم اسلامی رو یدک میکشه، و شاید از این طریق بیننده‌های شما متوجه بشن که واقعا این رژیم اگه مردم هم مسلمان هستن و پیرو به قول معروف امام حسین و اینا که میگفت آزادی از حتی هر چیز دیگه بهتره، بدونن که این رژیم به هر حال یه رژیم ضد اسلامی است. حالا اگه به خاطر وطنشون هم به خاطر دموکراسی هم نمیخوان صداشون رو بیارن بیرون، اگه احساسات مذهبی قوی دارن بدونن که به خاطر اینکه این رژیم ضد اسلامی است و بایستی واقعا انتقادشون رو بکنن و از رژیم بخوان که به هر حال مسئولانه اونجوری که به هر حال ما یاد گرفتیم وقتی بزرگ شدیم که محمد چه جوری بوده، علی چه جوری با مردم رفتار میکرده، رفتار کنه. ممنون امیر از پیشنهاداتت. و مرشد یه نمودار ما الان داریم که در مورد کسایی که ما رو لایک کردن در یک سال گذشته که اونا همکار من نشون میدن، اما پیرو حرفی که تو زدی این آمار که به ما نشون میده متاسفانه ما کم بیننده ترین کسایی که ما رو میبینن خانم ها هستن، درصدشون خیلی پایینه، هم تو سن 25 در فیسبوک ما رو دنبال میکنن، در فیسبوک ما رو دنبال میکنن، بله دیدن در فیسبوک، بله دنبال برنامه ما در فیسبوک خیلی کم هستن و این فکر میکنم که بیشترین بازدید کننده های ما مردها هستن بین 25 سال تا 34 سال، ولی ما از همینجا از خانم هم دعوت میکنیم که تو فیسبوک ما با ما همراه باشن. شاید اصلا کلن خانم ها زیاد رابطهشون با اینترنت خوب نباشه، نمیدونم، آماری ندارم، اما دعوت میکنیم که با ما بیشتر همراه باشن، در مورد مسائل زنان بیشتر با ما صحبت کنن، در مورد برنامه‌ای که دوست دارن داشته باشن ندارن، جای خارجی تو تلویزیون دیگه میبینن و احساس میکنن که باید بهش پرداخته بشه، نظر داده بشه یا کارشناسی روش صحبت کنه با ما صحبت کنن. و اما در مورد تلفن ها صادق به ما گفته که خیلی خوبه که در تلفن ها رو تقسیم کنیم و به صورت مساوی به همه کسایی که تلفن میزنن بهشون وقت بدیم، اما یه کاربر دیگه به نام چگوارا برامون نوشته که توی چت گفته تعداد تماس ها باید کمتر بشه و کیفیتش افزوده بشه، اینطوری خیلی بهتره. ممنون رویا از توضیحات. نوید و امیر هر دوی شما روی خط هستید، نوید از طریق اسکایپ روی خط، نظر شما رو میشنویم در مورد برنامه های یک ماه گذشته روی خط، انتقاد و پیشنهادی اگه داری یا موضوعی رو میخواستی دربارش صحبت بکنی و فرصت نشد. درود بر شما. والا من در خصوص برنامه های یک ماه قبل نظر خاصی مثبت ندارم، چند بار اومدم صحبت کردم. من حرفم اینه که حرف من مصادف شده متاسفانه با درگذشت، یعنی قتل ناجوان مردانه ستار بهشتی عزیز. من خواستم اینجا به نوبه خودم به تمام ایرانی ها
مردم آزادی خواه ایران تسلیت بگم در گذشت این مرد رو. از امثال ستار بهشتی ما زیاد داریم تو ایران، امثال ستار بهشتی زندانی سیاسی ما زیاد داریم. ستار بهشتی رو شاید کسی به مصورت نشناسه، منم به مصورت میشناسمش. تا بر اساس خبرهایی که منتشر شده، نوید اگه اجازه بدی من یه توضیح خیلی مختصر بدم اونایی که شاید خبر رو نشنیده باشن. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بوده که در روزهای اخیر خبرهایی که در ارتباط باهاش منتشر شده اینه که برای بازجویی احضار شده و از زندان برنگشته و ظاهرا در زندان به قتل رسیده، کشته شده. حالا جزئیاتش خیلی منتشر نشده هنوز، اما خواهر ستار که با صدای آمریکا صحبت کرده بود، با همکارم صحبت کرده بود، گفته بود که برادرش کشته شده و ظاهرا در خبرها امروز هم اومده بود که حتی جسدش هم دفن شده. بله دفن شده. بله من فقط خواستم تسلیت بگم. نه یک نفرین که نمیشه گفت، ولی امثال ستار بهشتی ما زیاد داریم. الان نسرین ستودر ما تو زندان داریم، داره میره به مرز 31 ماه برسه تا سبقت باش. ما ملت اصلی هستیم که از خاک ناسب باز اینجور جوانامون دارن میرن، خیلی ها پناهنده شدن، از این مملکت فرار کردن. من تو غربت دارم زندگی میکنم، بغض یلو گرفته به خاطر زجه هایی که خواهرش میدن. من زندان بودم، میفهمم چی شده، شرایط خیلی ها رو درک میکنم. این روا نیست. من ننگ میفرستم به همچین آدم هایی که اینجور ناجوان مردانه سر بچه های مظلوم مردم میکنن زیرا. به تو بزنیم. بله ممنون نوید از تماست. و امیر هم از تهران روی خط. امیر نظر شما رو میشنویم در مورد برنامه های روی خط، انتقاد، پیشنهادی اگه داری بگو. الو. بله سلام خانم ندیده، حال شما خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. من بهنام، تعویض اون روز تماس گرفتم، تماس من رو قطع کردید. اگه اجازه بدید میخوام صحبت کنم. به من گفتن امیر از تهران روی خطه. نه من بهنام هم اشتباه کردم. ببین امیر، همین بهنام یا امیر، یکی از مسائلی که خب خوبه به قول معروف شاهد زنده هم پیدا شد. این همون مواردیه که ما بهش بر میخوریم در برنامه های روی خط. الان امیر یا بهنام، من نمیدونم، به ما اسمشون رو گفتن، شماره ای دادن، گفتن از تهران، الان میگه از تبریز هم به ما گفتن. الان همکارانم هم دارن میگن که به ما گفتن که امیر هست و از تهران تماس میگیره، ولی کسی که میاد روی خط میگه بهنامه و از تبریز تماس میگیره. و این یکی از مسائلیه که مطرح کرده بود حامد، فکر میکنم از ایران تماس گرفته بود دربارش. اما اجازه بده که باز برگردیم، من فکر میکنم که برگردیم باز به فیسبوک و باز هم تلفن‌های زیادی داریم که باشون صحبت. شهرام از همون خواسته که در مورد مسائل ورزشی فوتبال بیشتر برنامه داشته باشیم و همینطور سینا خواسته که در مورد مسائل موسیقی زیرزمینی و رپ فارسی و محدودیت هنرمندان در ایران بیشتر بپردازیم. بهروز هم برامون نوشته در مورد دموکراسی و ارکان اون به غیر از انتخابات صحبت کنیم و اینکه چرا با وجود اینکه آمریکا یکی از دموکراسی‌های برتر دنیاست، تنها 2 حزب در انتخابات شرکت کردن، کلن در مورد دموکراسی خواسته صحبت کنیم. بهروز هم خواسته راجب فساد در ایران برنامه داشته باشیم و وحید هم و چند کاربر دیگه در مورد زندانیان سیاسی و وضعیت اونها بیشتر برنامه بسازیم. حسن خواسته در مورد زلزله آذربایجان و مسائل و مشکلات اونها بعد از زلزله بیشتر بپردازیم و نسبت به اون برنامه داشته باشیم. کاربر دیگه هم برامون نوشته دوست داره که سیستم تعلیم و تربیت یا همون سیستم آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران و وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها و کتب درسی و چرا دانشجویان ایرانی همیشه سعی بر این دارن که برای ادامه تحصیل از ایران خارج بشن و به کشورهای بیگانه سفر کنن برنامه بسازیم. خلاصه گفته از هر مطلبی که مربوط به تحصیلات در ایران هست ما برنامه داشته باشیم. ممنون رویا. آقای ساینا و دانیال هر دوی شما روی خط هستید، من امیدوارم اسمتون رو درست گفته باشم. آقای ساینا از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتن، نظر شما چیه؟ انتقاد، پیشنهادی اگه دارین میشنوید. سلام، خسته نباشید. ممنون. چند تا نصیحت دارم برای مسئولین جمهوری اسلامی که من خودم از مسئولین هستم، یه کاری هستم.
میگه که مکن کاری که برپا سنگ تایو، جهان با این فراخی تنگ تایو. چو فردا نام خانان نام خانند، تو را از نام خانند نام خواندن ننگ تایو. من تو یکی از شهرهای ایران زندگی میکنم، بگم کجا یا اسم واقعیمو بگم در جا میشناسن. خب نمیگم اینو، ولی چرا ما نگیم شهرمون خوب؟ چرا نگیم من شهرمون دوست دارم؟ چرا حکومت به حال من خیانت ده؟ چرا حکومت کسانی رو داشته باشه به اسم مخبر که دیگران مثلا مخبر با اون با یک فرد عادی توی اجتماع مشکل داره، میره براش لاپوشونی میکنه، میره براش زیرافزنی میکنه، زندگیشون نابود میکنه؟ آیا چنین چیزی درسته؟ چرا مسئولین به فکر رفاه حال مردم نیستن؟ چرا به فکر جوانان نیستن؟ که میگه کشور ما از دبی چی کم داره که جوانان ما این همه بردن یا برن دبی یا فلان یا فلان یا فلان یا برن ترکیه یا میگن فرار مرزها؟ چرا نیم دست به دست هم ندیم ایرانو آباد کنیم؟ خواهش دارم، خواهش از همه دارم که این حسادت، مخبری، اینا رو لطفاً بذارید کنار و بذارین همه با هم زندگی خوبی بکنن. فعلا که دست ما به هیچ جا بند نیست، پس حداقل بزنیم با همدیگه خوب باشیم، انسان باشیم. انسان بودن در این دو جمله خلاصه نمیشه که شما بخواید اصلا به اینکه انسانیت نمیگن به این که شما برید زیرآبزنی دوستتون رو بکنید، که متاسفانه متاسفانه اگر اسم این شهری که من درش زندگی میکنم و ببرم، فوری متوجه میشید که کجا و چه خبر اینجا. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و متشکرم. ممنونم. دانیال، نظر شما رو میشنویم از فرانسه. با درود خدمت شما خانم ندیدی و همکاران محترمتون پشت صحنه. میخواستم یه مسئله رو خدمتون عرض کنم که بنده خودم واسه براتون. بله بله، عرض به خدمتون که از نزدیک شاهدش بودم در ایران. یکی در مورد خانم سرکار، خانم ستوده، که به عنوان یک زن وکیل و مبارز که برای دفاع از آزادی و زندانیان سیاسی زندگی خودش حتی بچه هاشو قربونی نموده، دادتای پای جان ایستاده و ایشون همکاری هم دارن و همکار مردی دارن که من اسمشونو نمیبرم که باعث شرمساری بیشتر نشه براشون. ایشون قبلا رئیس حفاظت قوه قضاییه بودن، در حال حاضر وکیل هستن که واقعا شرم‌آور اسمشونو بگم وکیل، و با نفوذی که در قوه قضاییه داره. خانم ندیری، ایشون پول از مردم میگیره میلیاردی، قتلی رو پامال میکنه، توجه میکنید؟ اموالی که مصادره شده میلیاردی آزاد میکنه. این آقایی که قبلا خودش رئیس حفاظت قوه قضاییه بوده، مردم رو به کشتن میداده، حکم قتل لارو امضا میکرده و خیلی ها رو به قتل رسونده. و باید بگم که اون زن، خانم ستوده، که نامش واقعا ستودنیه، که اسمش زنه ولی نمیشه گفت زن، چرا انقدر ما تبعیض جنسیتی قائل میشیم؟ و این آقا که اسمش مرده، این همه جنایت کرده، در حال حاضرم وکیل شده و داره با نفوذش پولهای کلان از مردم میگیره و کار مردم راه میندازه، کار چاکنی میکنه. برن دنبال این افراد، برن این افراد رو در دستگیر کنن. چرا نمیرن خانم ندیر؟ اجازه بدید، خوشحالم از این که امشب فرصت دادید که بنده این حرف رو بزنم، چون دفعه قبلا میخواستم اینو بگم خدمتتون، یه مقدار شاید وقت نبوده، ولی به طور کلی برنامه تون این یک ماه خیلی جالب بوده، خیلی شنونده شما دارید. من به خصوص در ایران خیلی من میدونم میشینن بچه مسن و پای برنامه شما و آگاهی میدید شما، و این آگاهی دادن واقعا جای تشکر داره از شما. اینو میخواستم فقط خدمتون عرض کرده باشم که مردم بدونن. و خواهش میکنم موفق باشید. متشکرم. خواهش. چند نفر پیشنهاد دادن برای برنامه، محسن چند تا پیشنهاد داده در مورد اسم برنامه‌تون بزنید، اتحاد مردم، یگانگی دو ملت یا از این اسمای مختلف، اما این برای ما
رضا نوشته که چرا اپوزیسیون نمیتونه با هم کنار بیاد در مورد این برنامه داشته باشیم و مجید هم خواسته در مورد معلولین و مشکلات اونها صحبت کنیم و اونها رو بیشتر به مردم معرفی کنیم که چجوری میتونن باهاشون کنار بیان، چجوری باید با معلولین زندگی کرد. و عبدالرحیم هم پیشنهاد داده در مورد اینترنت در ایران صحبت کنیم، بعد در مورد حقوق سنی ها در ایران و چرا یک مسجد اهل سنت در تهران وجود نداره ولی کلیسا وجود داره، مگه جمهوری اسلامی نیست. در مورد گشت ارشاد یعنی عبدالرحیم سه تا پیشنهاد داده بود. و مهدی هم نوشته چرا واقعا بافت اجتماع ما همیشه تا حدی چاپلوس بوده که از هر قدرتی که سر کار اومده یه بت ساخته که در گذر زمان دیگه اون شخص خدای اونها شده. واقعا نباید این کارو بکنیم و بت سازی کنیم و نباید قدرت‌های حاکم خودشونو تا این اندازه غیر قابل دسترسی بدونن. و کاربر دیگه هم خواسته که در مورد نامگذاری بچه‌ها صحبت کنیم و اینکه چرا بعضی از نام‌ها رو نمیتونن توی ثبت احوال بذارن و خواسته که چند نمونه اشاره کرده، گفته بیشتر بهش بپردازیم. ممنون رویا. علی رضا و کامران هر دوی شما روی خط هستید، احتمالاً آخرین کسانی که فرصت هست صحبت بکنید. علی رضا از طریق اسکایپ تماس گرفته، خواهش می‌کنم کوتاه انتقاد و پیشنهاد و اگه نظری داری بگو. خانم نازم سلام، من میخواستم بگم که تلویزیون شما برنامه های به سراسر دنیا پخش میشه و همه اون رو نگاه میکنن و ما واقعا دوست داریم برنامه های شما. و در مورد موضوعی هم که در ماهای گذشته کار بردید در موردش بحث کردید خیلی جالب بوده. من میخواستم فقط یکی دو سه موضوع رو عنوان کنم در مورد یکی در مورد حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی ما، به خصوص که اونا خیلی نیاز به حمایت تلویزیون‌ها دارن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن به اینکه جلوی این کارهای وحشتناکشون و اذیت و آزار زندانیان سیاسی رو بگیرن. مطلب دیگه که بخواستم بپرسم اینه که آیا اگر انتقادی هم از سفارت‌های آمریکا بشه کسی هست که گوش کنه واقعا پاسخگو باشه یا نه؟ ممنون علیرضا. در مورد پاسخگو بودن نمیدونم، ولی خب میتونید ایمیل بزنید و نظراتتون رو بنویسید، هم در فیسبوک هستن و هم وبسایتشون هست. اما کامران از آلمان خواهش میکنم خیلی کوتاه، کامران فرصتی باقی نمونده، نظر شما رو بشنویم. کامل روشن بود که دوباره من آخر وقت یک دقیقه به من وقت بدید. ما انتخاب نمی کنیم کامران، بگو. بله ببینید، من از خود شما شکایت دارم، از خود شما دهوی عملکردتون در برنامه های اخیر، در برنامه ها بخصوص در برنامه شش نواب قبل از انتخابات که به مخالفان آقای حسین اوباما اجازه صحبت کردن ندادید، کاملا طرفداری از حزب دموکرات کردید. اتهام بزرگی میزنی کامران. بله شما غیر شما فرهدی اصلا کار نکردید. من از شما شکایت میکنم، من عدد شما شکایت دارم. حتما این کار بکن کامران، ولی در مورد اتهام زدن باید بتونید ثابت بکنید. ولی اگه صحبت دیگه ای داری غیر از این میشنم. شش نوام به کننده اینه خانم مسید، برنامه شش نوام به شما که از روی فیسبوک دردتی ثابت کننده همین صحبتی که من اعلان کردم، شما برنامه دولتی رو برای تبلیغات برای یک کس خاص بذارید به دست گرفت انجام بدید. برنامه شش نوام رو از شما از روی فیسبوک دردتی برای چی؟ نه کامران، ما بر نداشتیم، خواهش میکنم اطلاعات غلط ندین. ما فیسبوکمون الان صفحش هست، کسانی که آنلاین هستن میتونن برن نگاه کنن. ما برنامه هامون همه هم در وبسایت هست و هم در فیسبوکمون هست، هر دو میذاریم. به اصطلاح اون پستم با هم پست کرده بودیم و من فکر میکنم کسانی که برن بخونن چنین چیزی نیست. اما رویا یه دقیقه آخرم بدیم به کاربران و هم تو موضوع فردا. حتما، البته باز هم اشاره میکنیم که توی فیسبوک و توی سایت هر دو میتونید برنامه رو ببینید. و سینا هم برامون میشه در مورد تحصیل جوانهای ایرانی در امریکا صحبت کنیم و قشر کارگر و افزایش قیمت و گرانی در ایران هم چیزهای دیگه بوده که توی فیسبوک بهش اشاره شده، ولی وقت نیست که همه رو به نام بخونیم. اما موضوع فردا موج سوم ایدز در ایران، راه ارتباطات جنسی در ایران یکی از چیزهایی هستش که هم وزیر بهداشت بهش بیشتر پرداخته، هم موضوع اصلی هستش. چقدر در مورد این میدونید؟ و فردا بیایم در موردش بیشتر صحبت کنیم، یه سری اطلاعات شما بدین، یه سری اطلاعات ما میدیم، به نتیجه خواهیم رسید.
ممنون رویا و همینطور ممنونم از اینکه در برنامه تریبون آزاد همراه ما بودید. از کیان عذرخواهی میکنم روی خط بود و کسان دیگه که روی خط موندن نتونستیم باهاشون صحبت بکنیم. ما ماهی یک بار تریبون آزاد برنامه روی خط داریم و ماهی یک بارم یکی از برنامه های صدای آمریکا رو سردبیر و یا تهیه کننده و مجری رو میاریم در برنامه که صحبت بکنن درباره برنامهشون و نظرات شما رو بشنون. فردا شب ساعت 9:30 به وقت تهران منتظر ما باشید. شبتون بخیر.